بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حمله تند و جنجالی علی کریمی به شبکه های تلویزیونی خارج از ایران در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای علی کریمی با توجه به انتخابات اخیر با هشتک بماند به یادگار سیرک انتخابات خواهیم دید و رژیم فاسد آخوندی نوشت بماند به یادگار تا آخر سال برای اقلیتی که به امید تغییر در رژیم فاسد آخوندی رأی دادند در تاریخ 8 تیر سال 1403 روز رأیگیری ریاست جمهوری گوشت در قصابی کیلو 800 هزار تومان مرغ کیلویی 100 هزار تومان پراید 300 میلیون تومان دلار 61 هزار تومان سکه 42 میلیون تومان طلا گرمی 3 میلیون و ۳ هزار تومان مسکن متوسط تهران متری 85 میلیون با انتشار این استوری هم از مجری تلویزیون که گفته خوشحالم که رأی دادم آقای علی کریمی نوشت پس فردا صادر نشی بریزی بیرون و با انتشار این صحبت های حسین لاجوردی متخصص آمار و جامعه شناسی و بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران که در سال 58 مدیر اجرایی پروژه رشد جمعیت ایران زیر نظر سازمان ملل بود و در این صحبت هاش میگه که فریب بزرگ از روز اول بوده آمار کشته شدگان انقلاب 57 دو آمار انتخاب رفراندوم 58 آقای علی کریمی نوشت از روز اول دستی بر آتش تقلب داشتند در استوری دیگه هم آقای علی کریمی نوشتن آنان که لباس دین میپوشند و فریاد اسلام می دهند هایی هستند که دروغ میگویند فریب می دهند و کین ورزترین هستند که وقتی سوار بر کار شدند دیگر به هیچ چیز رحم نمی کنند. با اشاره به درگیری های مزدوران صادراتی حکومت با ایرانیان معترض جلوی در سفارت ها در شهرها و کشورهای مختلف آقای علی کریمی نوشت دم وطن پرستان خارج از ایران گرم سیرک انتخابات و مزدوران صادراتی شما زدین شما کشتین شما کور کردین شما زندانی کردین تحمل چهار تا فوش رو ندارین فوش هم براتون زیاده مزدوران صادراتی در استوریه دیگه ای هم این مطلب رو منتشر کرد که نوشت از دست کسی که رفته رأی داده هرس نخور گوسفندی رو که 45 سال ظلم ستم دزدی رانت تجاوز بیعدالتی اختلاس آقازاده ها و غیره بیدار نکرده چهار تا پست من و نصیحت تو که هیچ خدا هم بیدارش نمیکنه سیرک انتخابات و فرقه فریب در استوری دیگه هم با انتشار ویدیوی کوتاهی از اولین صحبت مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران که گفته اگر رهبر نبود تصور نمی کنم اسم من از صندوق در می اومد. آقای علی کریمی هشتگ زد اقلیت خائن. در سوریه دیگه هم آقای علی کریمی از قول فردریش نیچه نوشت هنگامی که ملتی در حال نابود شدن است هنگامی که ایمان به آزادی از بین رفته است هنگامی که امیدی به آینده نیست بیشک خدای آن قوم باید تغییر کند بعد هم با انتشار مطلبی درباره افول عادل فردوسیپور که نوشته ستاره سلبریتی زده عادل 20 سال پیش کجاست علی کریمی نوشت اشتباه از ما بود که وقتی از 90 رفت حمایتش کردیم ولی هیچ وقت برای مردم کاری نکرد در استوری دیگه هم آقای علی کریمی از قول وینستون چرچیل نوشت حقیقت تا چکمه هایش را بپوشد دروغ نیمی از جهان را دور زده است. با انتشار این عکس دردناک هم از کودک ایرانی با هشتک تفکر بدون تعصب نوشت در کشوری که امامهای مرده ثروتمندتر از انسانهای زنده ورزش و ارزش امامزاده بیشتر از کودک گرسنه است نه اندیشه رشد میکند نه فقر نابود میشود در استوری دیگه هم با انتشار این مطلب که نامه 16 زن زندانی سیاسی از اوین که گفتن کنار تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان میکند ایستاده ایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم آقای علی کریمی نوشت تو محکمتر بزن برای 1400 سال پیش بعد هم با انتشار قسمت از صحبت های کارشناسان و مجری های شبکه های ای از ایران اینترنشنال تا بی بی سی و وی او ای در کانال تلگرامی سپاه قدس که نوشته پاسخهای قاطع آرش عزیزی استاد دانشگاه آمریکا به مجری تلویزیون وزارت خارجه این کشور که گفته مردم ایران در طول سالها در انتخابات شرکت کردند تاریخ نویسی نکنید این ترامپ بود که مانع برجام شد آقای علی کریمی هشتگ زد صدای آمریکا ایران اینترنشنال و بی بی سی تریبون مزدوران صادراتی و نوشت دلتون رو به این شبکه ها خوش نکنید در سوریه دیگه ای هم نوشت مزدوران صادراتی مشغول کارند و هشتگ زد پایه میکروفون و نوشت دلتون رو به پایه میکروفون ها خوش نکنید هر کاری کردین خودتون کردین در استوری دیگه ای هم بیانیه مطبوعاتی رسمی رو منتشر کرد که مقامات اطلاعاتی ایالات متحده در پی تحقیقات خود پیرامون اعتراضات حامیان تروریست های فلسطینی یک بیانیه مطبوعاتی رسمی منتشر کردند در این بیانیه آمده که رژیم حاکم بر ایران در حال تأمین مالی نفوذ و رهبری اعتراضات حامیان فلسطین در ایالات متحده است نه تنها در آمریکا بلکه در کانادا و اروپا این رژیم جنایتکار پول ما مردم ایران و می میریزه تو جیب طرفداران حماس تروریست که برن تو خیابونها مثلا اعتراض کنن. بعد هم آقای علی کریمی نوشت ثروت مردم ایران است که به تاراج میرود. در استوری دیگه ایشون جهت اطلاع نوشت قابل توجه هموطنان عزیز تمام املاک من و فرزندانم به هیچ وجه با کسی معامله و فروخته نشده کسانی که این املاک رو از شخص دیگری به عنوان مالک یا بابت هر چیز دیگری خریداری کنند عواقب خرید مال غیر گریبانگیرش خواهد شد پولتان را دور نریزید دیر یا زود دارد سوخت و سوز ندارد در استوری دیگه آقای علی کریمی با هشتک تفکر بدون تعصب و کانت نوشت روز مرگ تعصب تولد اخلاق است. بعد هم با هشتک علیه فراموشی این توییت رو منتشر کرد که نوشته همین روزایی که دارن واسه سیرک انتخابات جنجال به پا میکنن برای دو تا از بچه های آسیب دیده چشمی دادگاه برگزار شده و به اتهامات دروغین متهم شدند متین سال 98 در دولت اصلاح طلب چشمش رو از دست داد و امیر سال 1401 در دولت اصولگرا جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست در سوریه دیگه ای هم با هشتک رژیم دروغوی آخوندی فرقه فریب و پاول نوشت رژیم های تا زمانی دوام خواهند آورد که مردم حاضر باشند زیر سقف دروغ زندگی کنند قدر راست کنید به حقیقت خدمت کنید تا رژیم های دروغ فرو ریزند در سوریه دیگه ای هم این خبر رو منتشر کرد که مقامات زندان اوین تاهر نقوی وکیل زندانی رو به آلوده شدن به ایدز تهدید کردند. آقای علی کریمی هشتگ زد رژیم جنایتکار کار خامنه ای. در سوریه دیگه ای هم آقای علی کریمی این صحبت های شمسدین فرزادی پور مدیر عامل ایرانه ایر رو منتشر کرده که گفته عربستان سعودی اجازه ورود هواپیمایی معراج به این کشور رو نداده. آقای علی کریمی نوشت آب قطع بر قدرت منطقه. در سوریه دیگه هم با هشتک یاشاسین تبریز، رویا زاکری، سیرک انتخابات و فرقه فریب با انتشار این عکس از دختر تبریز نوشت آقای پزشکیان از دختر تبریز چه خبر؟ کسی که برای دختر تبریز کاری نکرد برای ایران حتما کاری نمیکنه. در استوری دیگه ای هم این مطلب رو منتشر کرد که تعصب مدرن چیست تعصب مدرن یعنی اینکه با فیلتر شکن بیای توی فضای مجازی از تفکری که فیلترت کرده دفاع کنی مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدید ما زودتر با خبر بشید.